سلام به همه شما همراهان عزیز و با تشکر از اینکه امروز هم ما رو در گزارشمون همراهی میکنید. ماه محرم فرصتی ایجاد کرده تا یک بار دیگه روح حاکم بر فلسفه عاشورا، یعنی همون ظلم ستیزی و حق طلبی مطرح بشه. کلیپی در فضای مجازی منتشر شده از عزاداری در کازرون با شعارهایی مثل اشرافیت آفت این نظام است و ظلم حرام است، سکوت حرام است. آفت این نظام است، اشرافیت آفت این نظام است، ای خائنین این آخرین پیام است، ای خائنین این آخرین پیام است، ظلم حرام است، سکوت حرام تر، الله اکبر، الله اکبر. موضوع دیگه که این روزها در فضای مجازی مطرح است، همزمان با مراسم حکومتی عزاداری که برگزار میکنن، بحث دین فروشی آخوندها و سوء استفاده از عقاید مردم و البته خرج میلیاردها و میلیونها تومان صرف همین مراسم هست و در نقطه مقابل اون خوردن حق مردم و سوء استفاده از اونها. کلیپی منتشر شده از امامزاده سیار و در واقع اعتراض به این سبک از عزاداری حکومتی. کلیپ دیگه که در فضای مجازی منتشر شده و خشم و نفرت کاربران رو برانگیخته مربوط میشه به خرمشهر و در واقع سرکوب و برخورد وحشیانه‌ای که با همراه یک بیمار میشه، وقتی که این همراه با در واقع اعتراض میکنه به عدم رسیدگی به این بیمار که یک معصوم تصادفی بوده، به جای پاسخ گرفتن با سرکوب و ضرب و شتم مواجه میشه. باید گفت که لعنت بر دیکتاتوری که نه تنها مردم رو از اولیترین حقوقشون محروم میکنه، بلکه وقتی هم که حقشون رو میخوان با اونها با سرکوب و برخورد وحشیانه پاسخ میده. کاربری که این کلیپ رو منتشر کرده نوشته در این صحنه ها تماشاچی نباشیم و از همدیگه حمایت کنیم. اما موضوع دیگه که در فضای مجازی مطرح هست، خبری هست راجع به اینکه فعالیت های اتمی اخیر رژیم که افشا شده در منطقه در توغوزآباد که انبارخانه هسته رژیم مطرح شده. بعد از انتشار این خبر کاربران موضوع رو یادآوری کردن که مدتی قبل رژیم افشای این مرکز اتمی رو مورد تمسخر قرار گرفته بود و در واقع تکذیب کرده بود. کلیپی منتشر شده از عراقچی که با دریدگی در واقع موضوع رو تمسخر میکرد و انکار میکرد. من جدی فکر میکنم یه عده نتانیاهو رو دارن سر کار میذارن. این دفعه دید ارجاع شدم به دلغزاباد، نمیدونم حس میزنم یه دهی سرکارش گذاشتم. و کلیپ دیگه هم هست از گزارشی که صدا و سیمای حکومتی منتشر کرده و مدعی شده که این محل در واقع منطقه خرید و فروش زایات هست و ربطی به این موضوعات نداره. انبار زایاته؟ فقط یعنی مسائل ضایعات و اینا اینجا جمع دیگه. خب اینجا رو شنیدید که اینجا رو نتان خب به نظرتون مثلا چرا باید یه همچین جایی توی مثلا توی روستایی بیاد بگه اینجا مرکز نظام ایرانه؟ سازمان بین‌المللی شکایت کرد. سلام آقا، حال شما خوبه؟
این منطقه چیه؟ منطقه محافظ‌آباد. آقا شما برای محلیت؟ بله ساکن همین محله. برای کار دارم اونجاست. من کارم کار برقه توی محدوده کریزک و شوراب. این ساختمونم کار کردی؟ چیکار می‌کنید؟ کارتون چیه؟ من کارم سازنده دستگاه قالی‌شوییه. این کار بله حالا بعد از مدت‌ها این دروغ‌های رژیم افشا شده و مشخص شده دقیقاً همین مرکز فعالیت‌های اتمی رژیم بوده. به دلیل این برخوردهای رژیم و نقض عهدهایی که همواره داشته فشارهای بین‌المللی رو رژیم هم افزایش پیدا کرده. از جمله رویتر اعلام کرد که یک مقام آمریکایی گفت هر کس که نفتی از ایران خریداری بکنه تحریم میشه و بحث معافیت نفتی همچنان ادامه داره و هیچ معافیتی برای خرید معامله نفت با رژیم ایران وجود نداره. همچنین یک شیوه دیگه‌ای که آمریکا مطرح کرده برای افزایش فشار روی رژیم این هست که قراره با امارات متحده عربی ملاقات بکنه و از این طریق روی رژیم فشارهاش رو افزایش بده. در رابطه با بحران اقتصادی که به دلیل همین فشارهای بین‌المللی برای رژیم ایجاد شده، پومپئو اعلام کرد که به نظر میرسه که وضعیت اقتصادی ایران یک هرج و مرج تمام عیار شده و تا سال آینده 10-12% هم اقتصاد ایران بیشتر آب میره. در آستانه سال تحصیلی چند خبر هم در این رابطه با هم بررسی می‌کنیم. در سیستان و بلوچستان آموزش و پرورش همه معلم‌هایی که در مدارس کپری در واقع خدمت می‌کنند رو مورد تهدید قرار داده و به اونها هشدار داده که حق ندارن که هیچ فیلم و عکسی رو از این مدارس کپری منتشر بکنن، که این یک نمونه دیگه از تلاش‌های رژیم هست که به جای حل مشکلات تلاش می‌کنه که صورت مسئله رو پاک بکنه. همچنین آماری منتشر شده از کودکان محروم از تحصیل که طبق این آخرین آماری که توسط سازمان ملی آمار خود رژیم منتشر شده گفته میشه که آمار کودکان محروم از تحصیل در کل کشور 3.5 میلیون نفر هست، که البته همیشه آماری که رژیم اعلام میکنه خیلی کمتر از چیزی هست که در صحنه واقعی باهاش روبرو هستیم. این هم گوشه‌ای بود از جنایت‌های رژیم در حق نسل جوان ایران و استعدادهایی که بارها توسط این رژیم پرپر شده. امیدوارم گزارش امروزمون مورد توجهتون قرار گرفته باشه. با ادامه بخش قیام ایران در خدمت شما هستیم.